به نام خدا، من ستوان دوم فنی هوایی ناصر روشنی هستم، افسر نیروی هوایی هستم و همونجور که فرمودید جزء جریانی شدم که این جریان از مدتها قبل وجود داشت، از دست دو سه ماهی بعد از انقلاب به وجود اومده بود و من جزء کسایی بودم که این اواخر جذب این جریان شد. افرادی بودن که دو سه ماه بعد از انقلاب شروع به فعالیت کردن که سدی به وجود بیارن در مقابل پیشرفت انقلاب اسلامی ایران. فردی که در این مورد خیلی مهم بود و در ایران فعالیت زیاد میکرد شخصی بود به نام بنی عامری با نام مستعار احسان. ایشون فکر میکنم سرهنگ بازنشسته ارتش بود. مبنای فعالیتش به نفع دکتر بختیار بود که البته خود دکتر بختیار در خارج از کشور ستاده تشکیل داده بود و آقای بنی عامری هم ستاده داخل ایران را اداره میکرد. به اون ترتیبی که خود بنی عامری صحبت میکرد و بقیه افراد را به اصطلاح در جریان میگذاشت تا از زمند این کار اطلاع پیدا بکنند، جریان به این ترتیب ادعا میکرد که دو سه ماهی بعد از انقلاب یکی از دوستانش که البته گویا با عوامل خارجی هم در ارتباط بوده، نمیتونست بی ارتباط باشه، این دوستش رو به خارج از کشور نشسته و به اون ماموریت میده که بره خارج از کشور و اوضاع سیاسی و جو سیاسی رو در اونجاها بررسی بکنه و ببینه که آیا امکان فعالیتی در ایران هست که این فعالیت بتونه مورد پشتیبانی دولت‌های خارجی قرار بگیره و منتج به نتیجه بشه یا نه. اگر هست به ایشون بگه و ایشون هم شروع به فعالیت بکنه. طبق گفته خود آقای بنی عامری، دوستشون بعد از یکی دو هفته از اروپا، نمیدونم کنون یک از کشورهای اروپایی بود، به ایشون تلفن میکنه که نه، چنین جوی که تو انتظار داری در کشورهای اروپایی وجود نداره و همه به انتظار این هستن که به نحوی با دولت جمهوری اسلامی ایران کنار بیان و با اون سازش بکنن و هیچ زمینه فعالیتی نمیتونی داشته باشی که مورد پشتیبانی کشورهای خارجی قرار بگیره. خب کاملا روشنه که این فرد اونجا با یه عواملی تماس گرفته که تونسته یه همچین استنباطی بکنه و یه همچین برداشتی داشته باشه. دوستشون میره به امریکا و بعد از حدود یک ماه بنی عامری ادعا میکرد که از آتن همون دوستش بهش در ایران تلفن میکنه و میگه که بهت مژده میدم اون جوی که انتظار داشتی به وجود اومده و این آمادگی در کشورهای اروپایی و امریکایی هست که از یک جریان مخالف در ایران پشتیبانی بکنه. بنی عامری میگفت که من خیلی خوشحال شدم از این موضوع و بلافاصله شروع به دست به کار شدم که عوامل مختلف رو ببینم و یک پایه و اساسی برای فعالیت خودمون بذاریم. البته زمینه‌های قبلا اینجا داشتن با آقای دکتر بختیار و گروه سیاسی، که گروه سیاسی فعالیتش محدود به همون پخش نوار و اعلامیه و یه همچین جریانات و یه همچین سطحی میشد، ولی فعالیت نظامی تا قبل از اینکه اون آقای بنی عامری به این ترتیب از به صدا تتبعات دوستش در اروپا و امریکا با اطلاع بشه، در ایران خبری از فعالیت نظامی نبود. گروهی تشکیل میشه در ایران که آرمان و هدفش به اصطلاح
مبنایش بر سوسیال دموکراسی که تز آقای دکتر بختیار باشه قرار داشت و تصمیم گرفته بودن که از آقای دکتر بختیار به این ترتیب دفاع بکنن، ایشون رو معرفی بکنن، بشناسونن به مردم. و قدر مسلم این که به همین ترتیب که پیش بریم بعدا توضیح بدم خدمتون، استنباط من اینه که از نام دکتر بختیار هم میخواستن اینجا به اصطلاح استفاده کرده باشن برای مقاصد بعدی خودشون که عرض میکنن. گروهی که تشکیل میشه به دو شاخه تقسیم میشه، گروه سیاسی و گروه نظامی. گروه سیاسی دارای اختلافاتی در بین خودشون بودن. این اختلافات بعداً با دستگیری یک نفر از سران گروه سیاسی که آقای خادم باشه ظاهراً میخوابه و در نتیجه گروه سیاسی دکتر بختیار در ایران منسجم میشه، رهبری واحد پیدا میکنه توسط مهندسی با نام آقای مهندس قاضی که من اسمش اصلیشون رو نمیتونم و شروع به فعالیت میکنه. فعالیت تا زمانی که دست آقای خادم بود به صورت پراکنده و در حقیقت بدون هیچ گونه مدیریت بود. سعی میشد که عواملی رو جذب بکنم، عواملی که جذب میشدن نمیدونستن چجوری از اونها بهره برداری بکنن. به این ترتیب البته در این مدت اون آقای بنی عامری که نظامی بود و گروه نظامی را اداره میکرد شروع به فعالیت کرده و شروع به جذب عناصری از قشهای مختلف ارتش کرد. فعالیتی که ایشون شروع کرده بود بیشتر در واحدهایی بود که قدرت رزمیشون در یک سطح بالاتری نسبت بقیه قرار داشت، مثلا نیروهای مخصوص یا اینکه عواملی از گارد سابق. در داخل این نیروها هم تازه دنبال قشرهایی بودن که یا ناراضی بودند یا عامل نارضایی در اونها وجود داشت و میتونستن اونها را تشدید بکنن یا اینکه عوامل دیگری را دامن میزدن که اون حس در اونها به وجود بیاد، مثل حس ناسیونالیست و وطن پرستی که تشدید میکردن این احساس رو در میون نظامی ها. فعالیت آقای بنی عامری در نیروهای نظامی به همین ترتیب خلاصه بود. پیشرفت زیادی ایشون نتونست صعود بکنه. البته خودش میگفت که من پیشرفتم رو محدود نگه داشتم به خاطر اینکه اگه بخوام گسترشش بدم باعث میشه که کشف بشه و لو بره. ولی من دلیلش چیز دیگه ای میدونستم با نظر خودم، البته بعدا عرض میکنم. تا اینکه ایشون تصمیم میگیره که در نیروی هوایی هم رخنه بکنه. البته چون بنی عامری افسر نیروی زمینی بود اطلاعات زیادی در مورد هواپیمایی نداشت، پرسنل نیرو هوایی رو نمیشناخت، به نحوه کارشون، به تخصصشون، به اینکه در چه صنف و دسته از اونها میشه رسوخ کرد و احتمالاً نحوه رسوخ باید به چه ترتیب باشه، از چه نقاط ضعفی باید بهره برداری بکنه، اطلاع چندانی نداشت. البته من تصور میکنم و حتما به همین ترتیبه که با سطح بالای نیروی هوایی در تماس بوده، مثلا با تعدادی از عمرا مانند تیمسار مهدیون یا تیمسار محققی، ولی لااقل من استنباطم اینه، یا اینکه قشر جوان نیروی هوایی استنباطشون اینه که عمرای نیروی هوایی به طور اخص، البته به طور عام عمرای تمام ارتش شاهنشاهی سابق، ولی عمرای نیروی هوایی به طور اخص شناختی از روحیه پرسنل نیروی هوایی نداشتن. اونا در لاک خودشون بودن، در حقیقت یک تافته جدا بافته‌ای بودن، از مزایای خاصی استفاده می‌کردن و
این مزایا رو منحصر به خودشون میدونستن و حاضر نبودن طبقه به اصطلاح جوان نیروی هوایی رو در اون مزایا شرکت بدن. در حقیقت بقیه را قبول نداشتن و چون در لاک خودشون بودن شناختی هم از پرسنل نیروی هوایی به اون ترتیب نداشتن. به همین جهت امثال تیمسار مهدیون یا تیمسار محققی نمیتونست کمکی باشه برای بنی آمری یا به طور کلی گروه نظامی سازمان نقاب که بعدا نامگذاری شد، سازمانی که به نفع آقای دکتر بختیار فعالیت میکرد. به همین جهت سعی کردن که رسوخ پیدا بکنن در قشر جوان نیروی هوایی. ممکنه قبلا با افراد دیگه هم تماس داشته باشن که من اطلاعی نداشته باشم، ولی تصور میکنم قرعه فال بعد اینجا به نام من اصابت کرد و من در راه اونا قرار گرفتم. البته من قبلا با همکاری در سطح خیلی محدود که به صورت آشنایی بود با آقای خادم که در گروه سیاسی فعالیت میکرد داشتم، و چه بسا اگر با آقای خادم روبرو نمی شدم و ابتدا با آقای بنی عامری روبرو شده بودم، به احتمال 90% من با شناختی که از افکار و عقاید و ایده های خودم دارم جذب بنی عامری نمی شدم. چون بنی عامری یا گروهی دیگه در اون حد، در اون تیپ، در اون سنخیت و اون سن که با ایشون همکاری می کردن جاذبه فوق‌العاده‌ای برای جذب افراد نداشتن. ولی من اذعان میکنم که جذب آقای خادم شدم و بعداً توسط خادم به بنی عامری معرفی شده بودم. البته خودم اطلاع نداشتم. بعد از اینکه خادم دستگیر شد، بنی عامری با من تماس گرفت و منو به طرف خودش جلب کرد. من در نیروی هوایی شروع به فعالیت کردم. البته یه مقداری من هم زیاد شناخت در نیروی هوایی نداشتم. شناخت من میتونست منحصر به تخصص خودم یا پرسنل فنی در حد خودم باشه، ولی خب لااقل بیشتر از بقیه در این مورد اطلاعاتی داشتم. به هر حال من و امثال من و پرسنل دیگه خلبانایی که جذب شدن، که اکثرا توسط یه رودای دیگری بود که بعدتون میرسونم، اینها باعث شدن که سرعت حرکت این جریان افزایش پیدا بکنه. بنی عامری در مدت 11 ماه تلاشی که کرده بود، در یکی از جلسات به حدی رسیده بود که میخواست دست به یه خودکشی بزنه. همه اون پرسنلی که در اون جلسه بودن میگفتن این کار خودکشیه. تصمیم داشت با یه تعداد خیلی خیلی معدودی فرودگاه مهرآباد تصرف بکنه، رادیو تلویزیون تصرف بکنه، از پشت رادیو تلویزیون چند تا اعلامیه بخونه و بعد هیچ. نقشه بعدی بیشتری نداشت. البته لشکر دو تهران قولایی داده بود که بعد از حدود 12 ساعت میتونه تعداد محدودی وارد کار بکنه. این تمام محصر 11 ماه تلاشی بود که تیپ بنی عامری انجام داده بود. ولی از زمانی که پای نیروی هوایی توی کار بود، نیروی هوایی وقتی عرض میکنم منظورم قشر جوان نیروی هوایی که میانگین سنیشون اگر بخوایم حساب کنیم زیر 30 سال باید حسابش بکنیم، در حالی که این میانگین سنی در پرسنل نیروی زمینی و افراد بازنشسته که در کار نظامی بنی عامری بودن شاید بالای 45 سال باشه، ولی در نیروی هوایی زیر 30 سال بود. در نتیجه وقتی این نیروی جوان نیروی هوایی جذب اینا شد، آقای بنی عامری که در جلسه اول دعا میکرد بتونه 2 تا هواپیمای فانتوم داشته باشه و با این 2 تا هواپیمای فانتوم به قول خودش در پاریس با نماینده دولت اسرائیل که صحبت کرده بود و از تجربیات اونا میخواست استفاده بکنه، نماینده دولت اسرائیل گفته بود که شما اگر بتونید 2 تا هواپیمای فانتوم بلند کنید و چند بار دیوار صوتی رو بشکنید، 2 تا بمب هم یه نقطه‌ای بندازید، ما تجربه کردیم در کشورها یا شهرهایی که عملیات هوایی در اونجا انجام نشده باشه، حداقل پرواز سوپرسونیک هواپیما روحیه رو از بین میبره و باعث میشه که مردم
برن داخل خونه هاشون، بیرون نیان، روحیشون رو از دست بدن، از طرفی باعث تقویت روحیه نیروهای خودی شما هم میشه. آقای بنیامینی که درخواست دو تا هواپیما میکرد تا بتونه یک کودتای موفق انجام بده، بعد از 2 ماه که با پرسنل جوان نیروی هوایی برخورد کرد و تونست حداقل 40 فروند هواپیمای فانتوم مهمات زده آماده داشته باشه، بنابراین دیگه شکی در پیروزی کودتای خودش نداشت. تصور میکرد که این کودتا 100% پیروز خواهد. استنباط من اینه که نسل جوان، به خصوص قشر جوان نیروی هوایی، با اون شور و حرارتی که در این مورد به خرج داد، البته خب شور و حرارتی بود که در یک مسیر ناصحیح به کار رفت، در مسیری به کار رفت که حتی اگر این کودتا پیروز هم میشد، کودتای پیروزی از لحاظ تاکتیکی بود به نظر من، نه از لحاظ ایدئولوژی، و باعث کشت و کشتار و قتل و خرابی های بسیاری می شد و ای بسا که کودتاهای دیگری هم پشت سر این کودتا به وجود می آمد. ولی به هر حال نیروی هوایی تحرک بخشید به اینکه 11 ماه فعالیت بنی عامری بعد از 2 ماه به حد اکثر خودش برسه. در 11 ماه بنی عامری فقط 2 میلیون تومان پول تونسته بود از پاریس دریافت بکنه، در ایران صرف بکنه. ولی بعد از اینکه نیروی هوایی وارد کار شد، این رقم به یه حد خیلی خیلی بالایی رسید. به حدی که در یکی از جلسات که بنی عامری با پاریس صحبت میکرد، گفت که من 8 میلیون تومان تا 2 روز دیگه میخوام، و بلا فاصله بعد از 2 روز 8 میلیون تومان براش حواله شده بود. البته این پولی نبود که در نیروی هوایی مصرف بشه. کمترین خرجی که ایشون داشت فکر کنم در نیروی هوایی بود که جمعاً شاید 75,000 تومان، 175,000 تومان خرج کرده بود. ولی این پول احتیاج داشت که بتونه عناصر دیگری را که تجهیز کرده بود پا به پای نیروی هوایی پیش بیاره، تا بتونه در یک زمان و همزمان از همه بهره برداری بکنه. این پول رو برای ایلات میخواست خرج بکنه، این پول رو برای واحدهای نیروی زمینی میخواست خرج بکنه، این پول رو برای خرید اسلحه میخواست خرج بکنه. نیروی هوایی به حد اکثر قدرتش در این سازمان رسیده بود و خیلی بیتاب بود. خلبان ها اصرار میکردن که باید دست به عمل بزنید، اگر نظرید ما خودمون مستقلن به عمل میزنیم. در نتیجه ایشون مجبور بود که حرکتش رو تند بکنه. شاید یکی از علل یا فرجاموندن گودتاش و دورفتن گودتاش همین سرعت سیر زیادش در اواخر کارش باشه. سازمانی که برای آقای دکتر بختیار در ایران فعالیت میکرد و ستاد اصلیش در پاریس بود، که البته در پاریس هم باز 2 شاخه داشت، یکی شاخه سیاسی، یکی شاخه نظامی. این سازمان از یک منابع مادی و یک منابع روحی برخوردار بود. احتیاج داشت که از یک منابع تغذیه بشه. شاید من بیشتر و بهتر از همه بدونم که دکتر بختیار چیزی نداشت، ثروتی نداشت. چه موقعی که در ایران بود، چه موقعی که در پاریس بود. پس این پولایی که قرار بود در اینجا خرج بشه و خرج می‌شد و حواله می‌شد، و بی مزایقه حواله می شد و بی مزایقه خرج می شد، یه مقدار زیادی حتی ریخت و پاش می شد، باید از یه منبعی تامین می شد. تا اونجایی که من در این جریان بودم و جسته و گریخته می شنیدم، البته نباید من این جریانات رو می دونستم، چون که کارایی بود که ربطی به امور نظامی نداشت، در امور سیاسی حل و فصل می شد، ولی خب درد میکرد و خیلی ها خبردار میشدن. این پول ها یه مقدار زیادیش از طریق دولت هایی داده میشد که به اشاره غیر مستقیم امریکا اون کار انجام میدادن. مثلا یک رقم 10 میلیون دلاری حواله عربستان سعودی بود.
یا اینکه ایرانی های فراری که در خارج هستن یه ثروت زیادی رو از این مملکت برداشتن و به خارج بردن قبل از انقلاب و اون ثروت هم در اونجا تا اونجایی که من شنیدم یا صحیح یا غلط به کار انداختن بعدش سود میبرن، اونها هم در اونجا یک مقدار زیادی کمک مادی به دکتر بختیار میکنن. طبق گفته آقای مهندس خازی اونجا حسابی باز شده و ایرانیایی که اونجا بخوان کمک بکنن پولشون رو به حساب می‌ریزن، البته بدون اینکه اسمی از شخص واریز کننده پول به حساب برده بشه. در ایران البته اشخاصی بودن تمایل داشتن که کمک مادی بکنن، ولی این گروه زیر بار نمی‌رن. شاید هم جلوی ما اینطور قلمداد می‌کردن یا لااقل برای مقادیر کم زیر بار نمی‌رفتن. بنابراین از لحاظ مادی در مضیقه نبودن، هر مقدار پول به هر طریق که می‌خواستن حواله می‌شد براشون. از لحاظ روحی پرسنل نظامی که در این سازمان کار می‌کردن به دو دسته تقسیم می‌شدن. گروهی که میانگین سنیشون بالا بود، درجاتشون بالا بود، به قول خودشون تجربه هایی در این مورد داشتن، مثل دو سه نفر از عمرایی که همکاری میکردن یا سرهنگای دیگر، اینا عقیده داشتن تا زمانی که سیاست خارجی موافق نباشه با امر کودتا، این کودتا در ایران موفق نخواهد شد. تیمسار محققی عقیده داشت که اگر تمام کشورهای اروپایی، امریکایی موافق باشن، انگلستان مخالف باشه، یک روز مونده به کودتا هم باشه، مامورین اینتلیجنس سرویس ما را کشف کردن و اگر مخالف کودتای ما باشن به عوامل رژیم جمهوری اسلامی خبر میدن و ما از بین میریم. یا اینکه تیمسار مهدیون خیلی اصرار داشت که یک شواهدی به دست بیاره که دولت‌های خارجی از این سازمان و این کودتا پشتیبانی میکنن، چون بنی آمری و آقای مهندس قاضی رئیس اون شاخه سیاسی عقیده داشتن که تمام کشورهای اروپایی، جمعاً 13 کشور رو اسم می‌بردن که جزء کشورهای بازار مشترک اروپا باشن، ژاپن باشه، کانادا و امریکا باشن، اینا به توافق ضمنی رسیدن برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. حتی پای دولت شرق هم به میون کشیده بودن که با دولت روسیه هم به توافق ضمنی رسیدن که به شرط این که استانهای شمالی ایران آرام باشه و اونجا سر و صدایی نشه، دولت روسیه هم با این امر توافق کرده. و تیمسار مهدیون دنبال شاهدی میگشت، دنبال مدعایی میگشت که اینه ثابت کنه تا بتونه اطمینان خاطر به دست بیاره، تا بتونه از لحاظ روحی خودشو اقناع بکنه. روزی که اون رادیوهای صدای ایران ساعت 6 تا 7 بعد از اون شروع به کار کرد، تیمسار مهدیون اصرار داشت که الان خیالم راحت شد، چون اگر جز سیاست خارجی بود و پشتیبانی سیاست خارجی، امکان نداشت که رادیویی بتونه به این ترتیب فعالیت بکنه. روزی که این رادیو به علت خرابی نقص فنی یه روز از کار افتاد، تیمسار مهدیون رنگشو باخته بود که این توافق از بین رفت. این حالت در قشری بود که عرض کردم میانگین سنشون بالا بود، ولی پرسنل جوان نیرو هوایی مثل خلبانا یا همافرا، اینا نه، اینا با این موضوع برخوردی نداشتن، تأکیدی روی این موضوع نداشتن. بیشتر اینا روی حس وطن پرستیشون و ناسیونالیستشون بود که به این جریان گرایش پیدا کرده بودن. بعضیاشون اگر غوری می‌زدن اصلاح نگران اینا راحتی می‌کردن، از جانب کمونیستا بود که نکنه ما بیاییم کاری انجام بدیم و موفق نشیم، خودمون رو نابود کردیم، جمهوری اسلامی رو نابود کردیم و این وسط گروهی که خودش رو کنار گذاشته، درگیر نشده، نیروهاش دست نخورده باقی مونده که کمونیستا باشن، با توجه به اینکه یک ابرقدرت خارجی هم
در مرزهای شمالی ماست و کمونیسته و منافعش اقتضا میکنه که یک حکومت کمونیستی سر کار بیاد، مملکت ما از دست بره. به صورت یکی از استانهای اونا در بیاد. یا لااقل تجزیه بشیم. شمال ما رو اونا ببرن، جنوب اونا غربیا ببرن. تنها نگرانی فرسایند جوان و نیروی هوایی فقط از این بود. از لحاظ روحی اشکالی ایرادی نداشتن و از لحاظ روحی خودشون رو وابسته به اون ناسیونالیسم ایرانی و وطن پرستی خودشون میدونستن.